نگاه کنه، لذت ببره، امنیت داشته باشه، نه بیاد بالا که یک خر دیگه بیاد کنارش بهش توهین کنه یه چیزی بگه. نه عزیزم، ناموس یعنی این که چی؟ بشینه تو لایوای زیر لایوای ما، بشینه لایوای ما رو نگاه کنه، لذت ببره، بخنده، احساس آرامش، احساس امنیت داشته باشه، نه اینکه بیاد مثلا بشینه تو لایوا مثلا یکی به یادش جرق بزنه. تغییر کردی؟ آره ازم دیشب به جای کیر چیز کردم، تو رو تو کونم کردم. بله دیشب، بله من تغییر کردم، دیشب به جای کیر تو رو تو کونم کردم. آره به خاطر همینه که الان بو میدی. آره تغییر کردم، دیشب به جای کیر تو رو تو کونم کردم. سلفه میکنی؟ نه گوز میزنم. همچی میگه که انگار دکتره. بی شخصیت. استم، هر چی که تو میگی استم. فکر کردی من با شخصیتم؟ من بی شخصیت ترین آدمی روی زمینم. من اسکی میرم، ولی اسکی میرم از کسایی که شما نمیشناسین. اینو میخواستم در جریان بذارم. مجنونی مجنونی، من یه آدم بی شخصیتم. موجه گذاشتی؟ نه پشمای کس ننتا گذاشتم. من یه آدم بی شخصیتم، خیلی بی شخصیتم، و از اینکه بی شخصیتم خیلی خوشحالم، از اینکه کونم خیلی خوشحالم، از اینکه کیر میخوام خیلی خوشحالم. وا آخ چقدر بد آدم جوگیر بشه. نه شبنم جون تو لایو باشین، من میارمتون بالا. بذار مریم بیاد. سلام سهیل خانم، خوبی؟ از اینی که کسکشم خیلی خوشحالم، از اینی که کونیم خیلی خوشحالم، از این که هر چیه هر گوهی هستم خیلی خوشحالم و به خودم افتخار میکنم. مرسی. من یه آدم کیریم، من یه آدم جندم، من یه فایشه، یک کلولی مولی کولی چولی، هر چی که هستم به خودم افتخار میکنم. استم، هر چی که تو میگی استم، کونیم هر چی هستم استم، و به خودم افتخار میکنم، خودم رو دوست دارم. کاری نکنید لخ بشم، من یه بی آبروام، من فایشه یک منطقه بزرگ تهرانم. تو رو جون ناموست لخ نشو. سرما خوردی؟ نه کیر خوردم. سرما خوردی؟ نه کیر خوردم. کیر خوردم. کیر چرا نمیاد دیگه؟ بی امره دی. من کیر خوردم. کیر. شبنم جون تو لایوی کامنت بذار. من کیر خوردم. کیر. من کیر خوردم. من آریان عشقم. سلام علیک. سلامونه. سلامونه. سلامونه آریان جان. سلامونه. سلامونه. خوب. حالت خوبه؟ بله. مرسی. شما خوبین؟ مرسی. من عذرخواهی میکنم، تو لایف حاجی بودیم و با بچه صحبت میکردیم دیگه، منم دیگه چون خیلی وقت بودیم خجالت کشیدم، یهو مثلا نتونستم بزنم بیرون، ولی
من میخوام که همه راضی باشن، جنالا مخصوصا دوستانی که با من در تماسن. آره دیگه، من تا از صبح تو لایو اون بودی دیگه. آره او مای گاد، هادی همسر عزیزم اینجاست. هادی جان سلام، شب بخیر. سلام، دورت بگردم، خوبی؟ مرسی، تو خوبی؟ ببخشید یکم دیر آوردم بالا، منتظر مریم بودی. نداره چیزه، آریان جون بقیه بچه ها رو بیار، من نمیتونم بمونم به خاطر آقای خانم چیزه، من نمیتونم بمونم. اوکی، خب ببخشید شرنم جان، مثلا اگه مشکل داره من میتونم چیز بپوشم. ام نداره، دورت بگردم تو. نه نه نه، من همیشه ایشون که چیزم خارج از کشور خبر لباس I love you, thank you very much. سلام، خوبی؟ سلام به روی ماهتون. ایشون خالی مدیون هستن. اشکا که داری؟ مریم جو دور دارم. آریم من نمیدونم بین مریم و شبنم کروم انتخاب کنم. اوی موندم. ای خدا. منو این همه خوشبختی محاله. هادی هادی تو فقط مال خودمی. هادی جرد میدونم. شور. پونو کت تو دهنه من مریم. خودم چند تو دهنه من؟ پنج ساله مریم، من ایوان عاشق شبنم هم هستم آخه. شبنم رو کار کنم. این یکی خیلی زر میزنه. شبنم رو کجای دلم بذارم مریم؟ آدی شوهر عزیزم، همسری گولم، بذار شبنم دون چی میگه. شبنم دون بله میگم هادی 5 سال عاشق من، کل اینستا میدونن، راست میگه، من 5 سال عاشقشم. عاشق منه هادی، دوستان منو. یه لحظه من این چیز بابا این نمیم میره چیز از این چهار پایه عاشق همه هست، بل کنید. یه لحظه من این چیزی بگم، آقا من بده آدم عاشق همه باشه. آقا بده؟ آره بعده، آدم یه بار عاشق میشه، نه که عاشق همه بشه. بله بله، خود خدا گفته خوب از من بوری از تو گرفتن. هر یه بار باید چهار تا بوری بگیره، هر یه بار باید چهار تا زن بگیره، چهار تا بوری بگیره. تو الان از چهار تا رد کردی، تو بالای 30 تا عاشق شدی بابا. اصلا هر یه بار من بخوره من عاشقش میشم. انگار روغن مثل مریم شب نه قاز خورده هی داد میزنه. خود تو آریا عاشق منه، دوست داره منو. بذار منم هر سه وای هادی، من برای سیر کردم کجا بریزم الان خیلی بچه ها یه بار مریم به چی هادی جون من میخواب جان هادی جون ازدواج کنم بلش کنی نارا هادی تو با هیچ که نمیتونی ازدواج کنی بلش کن بیا بازی کن مدل نداریم چی؟ شما اینا رو سیغه کنم تو دل داری ولی متاسفانه دیدون نداری کی؟ تو دل داری دودول نداری. آره منو اینجوری نگو بابا، داریم اونم داریم عزیز من، ما دودولش هم داریم، هم دلشو داریم هم دودولشو داریم. آقا دو دقیقه بذار منم حرف بزنم، این داد میزنی چته. ای بق 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 نه هادی دیگه میزوری بنام به آریان. خب هادی لحظه کار پای خفه شو یه لحظه اجازه بده شب نمارم. بیا بیا ببخشید، بیا 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 ببخشید ببخشید مریم جون، از این که رعایت کردی دور سرت بگرم، مرسی واقعا، خیلی خانمی با شخصیتی هستی، ممنون که درک کردی. چون بعضیا واقعا میبینی مثلا بهشون همچین چیزی میگی یا میان با آدم یه چیزی میگن یا حرفی میزنن. به هر حال من هر شب تو لایو آریان هستم، من نمیخواستم مزاحم بشم، گفتم راحت باشی عزیزم، اگه برات گفتم باز شرمنده شد. من فقط باور راحت بعد یه چیزی
بچه ها دارن تو کامنت هی می نویسن شبنم عادت تنگا رو در میاره. خب ببین مریم جون، اینو قبول داری که هر کسی با قوانین کشورش باید زندگی کنه، درسته؟ خب وقتی این من آره این روش زندگی کردنه، درسته؟ بعد آقا بعد از تنگا رو در بیارم بچه ها تنگا رو در میاره به خاطر اون گفتم نه بابا بعد از تنگا رو در بیارم بابا دمت هم بعد از تنگا رو در بیارم من هادی بذارش کم صحبت کنه. هادی همین الان طلاقی، من قراره با شبنم ولی شبنم جون شما درست میگیم، ولی در صورتی که خودتون لباس مناسب نداشته باشی نه. اون مثلا کشور گیر میدن. نه 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 اون قضیه که به گفتم به خاطر خودم نبود، به خاطر اون سه نفری بود که اونا چیز بودن، همونجوری بود پوشششون، به خاطر خودم نبود. خودم که همیشه اینجوری هم. آره ولی مثلا فکر کنم مثلا اگه آره قوانین ایران اگه تو لایو کسی دیگه هم بری لخ باشه گیر میدم بهش. آره دقیقاً میگم که بله بله هیچ وقت لخ نبودم، هیچ وقت. آره شما که نمیشم گیرید دیدم. آره اون تو اون لایوی که من بودم که اونجوری شد دقیقاً دو تا دختر بودن که تاپ تنشون بود، یکم اینجا شد من بود فقط. آره ولی بعد عاشق دختره لختی هم دارم، عشقم لختی باشه مرگم که احترام میذاره. نه مرگم که یه دونه است، مرگم خودش میفهمه این چیه. مرسی عزیز دلیم شد. ببین مرگم گل داده، مرگم تون با شخصیت. فقط امیدوارم این شب بخوابه مثل با دیگه تا صبح بیدار نباشه. او مای گاد چرا؟ آریان امشب ساعت 9 برم پارتی دیگه، ساعت 8 میرم پارتی. آقا امشب با همدیگه قرار گذاشتیم بریم پارتی. هفته پیش تا صبح بیدار بودیم، یک گروه به کامل داشت مشروب میخورد. خب امشب هم دیگه مثلا الان فکر نصف شده دیگه، ساعت 8 برم پارتی، اینم یکمی پایین تر میاد. ولی اونجا مثلا تکل آمکل این چیزا بزنم دو شب بیام خونه، من نمیدونم اگه خوابم نبره دوباره مثلا تو لایفتون هستم. ولی خب من اشکام خوابت نماز بیام برات لالایی میگم، میام لالایی میگم لالایی. بعدی لطفا آقای چارپایی لطفا احترام تو وقتی یکی صحبت میکنه ساکت شو. آقا میگه خوابم نه این برای میگم من مردم، من برات لالایی میگم بابا. اوکی بذار صحبتش تموم بشه. آقای چون چارپاییه ببین همه اینه چارپاییه جیله کلمه مارکتینگ اجازه هست بکنم. بله یه چیزی بگم بچا، چون ما 4 نفریم اگه بخوام همه اون تو صحبت هم بپریم هیچ کسی اون پایین نمیفهمه که ما داریم چی میگیم. بله این مثلا در قدم نخست باید رعایت بشه. اینکه آریان جون من یوتیوب کانالتون رو آریان عارفی رو سابسکرایب کردم، واقعا لایفات عالیه، مخصوصا شراب داغ با اون بچه ها که میذاری واقعا عالیه. من به جان خودم مثلا هر روز روزای مثلا بعد از کار که میام خونه، خب چون مثلا لایف نمیرم کار دیگه هم انجام نمیدم، یونا تو خونه هستم معمولا، من فقط مثلا لایفات رو نگاه میکنم، خیلی عالیه. بچه چینال یوتیوب آریان جان رو سابسکرایب کنین، آریان عارفی تو یوتیوب بزنین خودشو میاد بالا، سابسکرایب کنین، واقعا لایف های عالی داره. یه سوال من رفتم همونجا تو چنل یوتیوبش کلیپاشو دیدم ولی نتونستم سابسکرایب کنم. خب سابسکرایب مثلا سر اون قرمزه که فشار بدین سابسکرایب میشه. نه چون جیمیل نداری. اوکی یا مثلا جیمیل ندارین. ببین اون قرمزه رو زدی خب بغلش زنگ بودارم بذار که دوستان که میخوان منو عضو یوتیوب من بشن باید میتونم بدون جیمیل ویدیوها رو نگاه کنم، ولی بدون جیمیل نمیتونن عضو بشن، باید حتما جیمیل داشته باشن که بتونن عضو. خب بعد چیز من فیلتر سخت میشه نصبش کرد. خب بعد مثلا جیمیل که خیلی راحته، مثلا جیمیل که راحته خب این خیلی راحته، مثلا قشنگ به یوتیوبتون وصل کنید، مثلا میتونین هر آن کسی رو که خواسته باشین هر کی دوست داشته باشید و میتونید. این خیلی راحته، مثلا چیز دیگه ای نمیخواد. اوکی پس جیمیل اوکی کنن درست میشه. آره ازت یه درخواست دارم، یه روز با شبنم یه شراب داغ بذار. شبنم جون نمیدونم آها شرکت نمی کنه. چرا شبنم جون؟ خب محدوده، مثلا سالای منم دیدی که همش مثبت 18 است اینا، به خاطر که شب من راحت نیستم.
حتی من لایو های شبنم جون رو توی اینستام هم سیو نمی کنم. آها آره به خاطر حالا ارزش نداره یه لایو رو سیو کنی وقتی که دوستت مثلا راحت نیست، چه فایده؟ حتی شبنم جون هم نمیاد دیگه، چون شهر آبای داغمو معروفه به مثبت 18 میدونی، به خاطر نمیشه یعنی سوالای دیگه بپرسی تو شهر آبای داغ. من همین سوالا رو میپرسم ولی کلا لایو های من کلا دیدی اینجوری بیننده داره، یعنی اینجوری سبک هم اینجوری شب در قانون لایوش اینجوریه، قانون لایوش. تو هم که از خدا خواسته هادی، تو هم که از خدا خواسته. نه آره یعنی هادی جان رو تو شراب و داغ دعوت نکردی تا به حال، چون من شب چیز بودن هادی جان با زینب جون، اما من رو هزار با دعوت کرده، من هم من رو هزار با دعوت کرده. من چون مثلا you know like یوتیوب چینل آریان جان رو سابسکرایب کردم، ولی من برای شما همون ویدیو رو بریم پایین اگه بالا بزنید مثلا آریان عارفی و هادی و زینب میاد، هادی و زینب میاد. خب پس آخری خود بودیم و بعد بازی کردم و یو کسپوزی رو هم بادی کردم یو سیما گرد تو بود برعکس من آخرش رو دوست داشتم چون واقعا حرف دل تو زدی. ببین میدونی که یه بار هم بذار اینم بگم، یه بار هم یه باز این چارپای زرد ساکت بابا، یه بار هم یه انشا داشتیم مسابقه انشا، من معلممون به ما آقا مسابقه انشا داریم نفر اول نمیدونم چیز میدیم لباس میدیم نمیدونم چی میدیم، بیایید آرزوات رو بنویسید. ببین شبنم من هر یاد که حرم در من نوشتم گفتم خدا تو خدا نیستی اگه به من زن ندی، اگه منو بچه نیاری، الان چرت و پرت مینوشتم. ببین من تو ایشا اول شدم، معلمه ایشا منو خونده بود از شیش در من او آقای علایی واقعا دمت گرم، من با ایشان خیلی حال کردم، من رو بودم بکرم آقا گلاب هفتای شریف بکریم، چون میدونی چیه هر دل هم من تور ایشا دادم، میدونی چیه هر دل هم من تور ایشا دادم، گفتم خدا چرا من نباید زن داشته باشم، این همه آدم زن دارم من هم داشته باشم چه اشکالی داره، این همه آدم اون دختر دارم ما هم داشته باشیم. آخه من بابا با این خودش رو داریم با دخترم به خاطر گل میاد دیگه، خب بیا حدی نمی کنم بیا خوش اشتهاست میدونی دست رو زنی چیزای گنده تر. آخه ببینید بلی هم آخه من به یه باره نمیشم، نمیدونم چرا من با یه سیر نمیشم، دوست دارم دو تا سه تا قشنگ سیر بشم، سیر سیر بشم. هادی واسه خواهی میکنم بشن شب من سیرا هادی یک سیرا کنم دهن سیر بشی چی؟ میگم یک کیرو کنم دهن سیر بشی، میگه با یکی سیر نمیکنم. او خلاج آریانه، او خلاج آریانه بابا، آریان نمیگه شما میگی من سیر نمیشم، میگم یک کیرو کنم دهن سیر بشی. چی؟ چی بس سدرش کنم؟ مثلا چی؟ مثلا کیر پلاستیک خودم آشم. آخ اون اگه بره دو دهرم من تا قیام قیامت سیرم. آخ تا قیام قیامت دیگه مال خودی منی تو. آه عشقم مای لایف مای لایف. یه لحظه وایسته، یه لحظه وایسته آریان جون، از بچه ها کسی هست تو لایف؟ از بچه خودمون بچه ها رو که نمی بینم، بچه ها دوستای شما کسی هست؟ من که مال من کسی نیست. سلام سلام سلام. ببین من به خاطر به خاطر این که گفتم به مریم جون اونجوری بچه هایی دارن تو کامنت ها چرت و پرت به من می نویسن، کلن هی دارن چرت و پرت به من می نویسن، نه دورت بگم تو رو نمیگم، بچه ها تو کامنت ها هی دارن به من چرت و پرت می نویسن که آره اشتباه می کنن. خب من مثلا من بچه ها به خاطر من چرت و پرت نگید بچه ها، خود مریم جون به احترام شما پوشیده، کس مریم نمیتونه مجبور کنه نکنه شبنم چرت و پرت نگید. مرسی ممنون میشم. میگم بعد اون حرف من بچه هایی دارم میگم بنداز پایین بنداز پایین، من که رفیق آریانم هر شب مریم جون راحتم. آقا بذار من از بچه ها خواهش کنم بچه ها دیگه چرت و پرت نمیگن، یه لحظه بچه ها اگه من برای اون 1% ارزش قائلم، اگه منو 1% دوست دارید
باشم به شبنم و مریم و آریه که اوبت نگید. مرسی. ممنون بودم. سیبیل گروه. یه دونه سیبیل گروه بذار. لطفاً. سیبیل ندارم. امیرم شیشیر کردم. ببخشید. اوپلا یه سیبیل در بیارم. آخه پایی دم هم ندارم. آخه پایی کلا هیچی نیست. آقا این سیبیل پشم و گروه بذارم چرت و پرت نگی. آه گذاشتم این بسن. بچه ها همشه تو کامنت ها واقعا کامنت های خوب واسه من می نویسن. خیلی کامنت های مثبت می نویسن ولی امشب آقا این نوات اینه بچه ها می بینید کامنت های خوب می نویسن. الان می نویسن شبنم عاشقتیم، شبنم دوست داریم، شبنم ایمونتیم. واقعا خیلی با شخصیتی مریم. شبنم جان شما مثلا منو شرمنده میکنین، واقعا میگم من همیشه نه من جدی دارم میگم چون من برخورده یه چند نفر رو دیدم جای دیگه که مثلا یکی بهش گفته یکم به خاطر من اگه من یه چند دقیقه مثلا میخوام تو لایو باشم یه ذره رعایت کن، دیدم طرف چه فحاشی کرده چه کلی بازی داره برده. آره آریان فهمید کیو میگم. آها خیلی مثلا به کس دیگه ای ندارم ولی من خودم به همه احترام قائلم، این که مثلا خیلی دوست دارم من و شما وقتی صحبت میکنیم باید از همدیگه راضی باشیم. درسته. بله نه من لایواتونو میبینم تو لایو آریان و این بقیه بچه ها میبینم لایواتو میشناسم. اوکی واقعا من اخلاق تو دوست دارم ولی خب باید آقا راضی شده لطه ناراضی راضی باش بابا چی به چیه؟ والا بابا راضی باش دنیا دو روزه واسه یه شب یه هدف نمیری. والا واقعا دیگه من بچه ها یه چیزی بهتون بگم، من دیگه از این حرف واقعا دیگه دارم خسته میشم. حالا به هم میخوره میگن دنیا دو روزه بیخیال باش. آره نه نه این یه چیز دروغیه. دروغه اصلا نمیشه بگی بیخیال باش. یعنی اصلا واقعا من از این کلمه داره حالا به هم میخوره. همه میگن برش خب بیخیال باشه ولی واقعا داره ذره این دنیای دو روزه داره منو نابود کرده. آره نه این یه کلمه هست دروغه. دنیا مثلا زندگی خیلی زیباست اگه واقعا خب یکی از دانشمندای فرانسوی گفته مثلا تو یکی از کتاباش گفته که زندگی سخته ولی اگه احمق باشی سخت‌تره. بله من ترجمه کردم دیگه. الان مریم یه سوال دارم. مریم الان با چی کار کنیم زندگی رو آسون بگیریم؟ زندگی برامون سخت نگذره. خب باید مثلا خیلی اسمارت باشی، باید خیلی مثلا باهوش باشی، انسان هدفمند باشی، انسان باشی که خیلی هدف خوبی داشته باشی، دست و پاچه. الان با یه هدف نداریم صبح داشتیم تو بگذاریم چه غلطی بکنیم؟ نه نه چه زندگی برامون خوب باشه. نه مثلا زندگی مجازی نه. ببین این اصلا کلان یه چیزیه که برای من که فقط تایم پاسه، ولی در زندگی واقعی ما باید مثلا تلاش کنیم که خودمونو به کجاها برسونیم. مثلا چقدر یعنی ما تلاش کنیم به اون هدفی که میخواییم برسیم. درسته؟ بله. مثلا پول قدرته. ما اگه مثلا کار کنیم در زندگیمون هدف خوبی داشته باشیم پول در بیاریم میتونیم به آرزوهامون برسیم. ولی اگر الان من یه سوال دارم الان برسیم مثل مثلا خیلی ها همینجوری میمونیم و بدبختی را میذاریم اسمش رو قسمت. آه. میگیم قسمتمون بود در حالی قسمت نیست. الان یعنی من به شبنم نرسیدم قسمته یا بیوردگی منه؟ خب الان مثلا این دیگه فرق میکنه. خب الان من چه غلطی بکنم تو به این برسم؟ بذار من راحت بگم. چرا به شبنم نرسیدی؟ چون بیورزه بودی. چون مردونگی نرسیدی. واقعا بیورزه. واقعا بیورزه. واقعا من بیورزه. اینو قبول دارم خدا شاید. اینو قبول دارم. بعدش هم تو خیلی خوش اشتهایی. من بهش میگم برو یکی مثل خودتو بگیر. میگه اونا سیاه هم. خب تو اونا نمیتونی به شبنم رو بگیر. ایشا مدد هم پیشه گیر کرده به این که اومد مثل اینه که بیا من بگم که مثلا من مثلا کریستیانا بیاد منو بگیره. خب این خیلی اشتباهه. این احمق بودن دیگه. خدا رو چه دیدی؟ شاید دیدی من رفتم تو سوختن کریستیانا رو گرفتم، شاید کریستیانا من تو رو گرفت. نه نمیشه. آه برمیم کنه
آریان جان من خیلی میکنم الان مثلا منم دیگه خیلی مثلا مسپاتلم اینا شما دیگه مثالاتونو زدین منم یه مثال بزنم برای همسر عزیزم هادی جان. هادی جان بگو اشتر بگو اشتر خب اجازه بدین مثلا خب اجازه بدین مثلا آرزوهای شما مثل این میمونه که من الان با هیچ پسر سیکس نکنم حال نکنم بگم من فقط آقای امیر تتلو رو میخوام وگرنه هیچ کس دیگر رو نمیخوام. خب من میدونم که آقای امیر تتلو مثلا گیری من نمیاد من نباید نه میاد این خیلی راحت بیا. امیر تتلو الان هر شب یکی رو میکنه فقط. خیلی راحته بیا. چیز خاص نیست بعد امیر تتلو فکر کردی چیه الان امیر خواسته. الان خب برای تو خیلی الان امیر تتلو کلا 30 کیلو شده از بس که مواد زده. آره کاری داره الان تو بری اونو از نزدیک ببینی چه گاهی خورده بیا ترکیه با امیر تتلو سیکس خورد تو برو ترکیه اونجا امیر تتلو دنبالت میاد بابا الان چون تو دوری اینجوری فکر میکنی. بعد الان امیر تتلو اصلا قدیماش خوب بود الان 30 کیلو شده خیلی لاغر شده امیر تتلو 30 کیلو شده از بس که شیشه زده الان تو ترکیه بابا اصلا مواد بالرشو گایده مواد بالر مغزشو گایده. بچه خواهش میکنم مثلا بی احترامی نباشه ما میتونیم مثلا خیلی به شوه درستش حرفامونو بزنیم ولی بی احترامی مواد یعنی بیگه مواد گایدهش دیگه اینجوری بگیم. آره شما یه لامی بذاریم من بذاری من به عشقم برستم من بیارم اشوی افغانستانم باش درست مرسی که اومد شکم اشکم 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 بای بای دورت بگردم هادی خیلی کسکش مریم جان لباس نمیتونی راحت باشی دیگه شبنم جون اوکی الان راحت بشن مریم خوبه خاطر شبنم رو رعایت کردیم. های سلام آقا سلام به همگی. سلام آریان جان. سلام خواب بارو. سلام آریان خوبی خوشی سلامتی مریم جان. سلام درود آقا جان ایشم الان میام لباسمو درست کنم بزن من بیه لباس سیکسی بپوشه میام. حالتون خوبه؟ مرسی شما خوب خانم بیرون جشن باشه بریم. خب منم لباسم رو درست کردم. آهوی شام چه خبر؟ زلنا بول عشقم چه تریپی زدی عشقم. آره خیلی من امروز امرای لباسی صورتی ای این بلند این چیزه عشقم واسه من پوشیدی آفر سلام سلام بلند بله همیشه میشه من سیکسی باش همیشه دیوره من نباسه سیکسی باش. چند هفته نبودی؟ سه هفته شد نمیدونم چند هفته شد نبودی کجا بودی؟ عزیزم من هر روز با اینستاگرام لایف میام وقتایی که فکر نکنم. خب پس من چرا مثلا لایفاتو نمیبینم؟ روزا لایف میام عزیزم. آره اوکی ببخشین یعنی چون ما خانه شما مثلا کنم 6 ساعت تفاوت داریم یعنی 6 ساعت you know تایممون چیه؟ مریم جان تو همیشه تیپ متفاوت میزنی یعنی واقعا افتخار میکنم بهت. مرسی تشکر میکنم. خسته کنیستی مریم به خاطر من تیپ های متفاوت میزنه. آره دوست داره همیشه پیش من سیکسی باشه مریم آریان جان حالت خوبه عزیزم قربونت برم. آریان ممنون تو خوبی دوست دارت خوبه قربونت برم این مشتری های بی پدر و مادر قدر تو رو میدونن یا نه؟ آره عزیزم من آدم شدم یا که همه شون اینقدی دارن اون که سامانشون که همیشه کوچیکه بابا ولش کن. خیلی ندیدی؟ خیلی از این مردا همه شون سامانشون کوچیکه همین چارپایه رو ببین کناری هیچی نداره. آره من هیچی ندارم بابا آهو عزیزم من یه سوال جدید دارم از شما مثلا البته چون یه نوع بعضی چیزا رو دیدم میگم خب با اون پسری که همیشه کلیپ درست میکنه دوست پسرته میسم؟ آره اوکی خب الان کجاست اگه اونجاست بیارش با هم صحبت کنیم تو اون اتاقه. خب صداش کن دیگه بگو میسم مریم کارت داره. نمیدونم عزیزم آیا این که چیز میکنه یا نه مثلا اوکی خب راحت باش
خوبه بچه ها، حالتون خوبه دیگه؟ همه تون خوبی؟ خیلی بله. آریان جان تشکر که منو آوردی بالا، خوب رده. وظیفه هست شما تاج سر این چند بکم کوبونت بلم. من همیشه که من که همیشه دوست دارم آریان. من هم همینطور. شما ستا بهترین دوستای منی. فداتون بشم. این آقا هم آدم خوبیه. این خیلی با جنب است. اینقدر دوش میرینم ولی بازم میره بریم. ایشون آقا نیست، خانوم هست. ببین خود آریان هم میدونه هیچ مثل من برای آریان رفیق نیمونه. خدا میاد با من درد و دل میکنه، با من میگه، میخنده، با من شوخی میکنه. چرا؟ چون میدونه با چه آدمی رفیق شده. چون با یه این رفیق شده این خودش جنبش 100% بالاه. فهمیدی خدا او؟ اما مثال آقای ایگره شوخی کرد، آقای ایگره او مرداش آفداش کرد، بلا کنشم. خب این یعنی چی؟ بابا شما رفیقی یم به در تو لایو آریان نیا، یا یم به داشته با یا تو لایو یا اگه نداری اصلا سبت آریان نیا جانم. یا ببخشن هادی جان عزیزم، ببخشن اگه من وسط صحبت کردم. میگم آریان عشق هم مثلا یه لایو تو یوتیوب دیدم با اون پسره ای که اسمش گذاشته بود با خدا، من گفتم 100% از من کاپی کرده، چون منم که همیشه میگم مریم بی خدا، اونم کاپی کرده بود داوود بی خدا. داوود بی با خدا، داوود با خدا. آره خب بگو که چرا از مریم کاپی کردی. آره اونم ببینم اشتباره میگم چرا از مریم اسکیم میدی. من میدونم چرا. بچا چون آریان انتخاب رفیق دقت کنید، بفهمید چیه انتخاب میکنیم. مثلا مثل شرکت اپل، ببین شرکت اپل مثلا خیلی شرکت های دیگه دارن که ازش کپی میکنن، واسه اینکه شرکت اپل تو جهان موفق دیگه.